رجل من الناس كان أكرمكم الله لديه حمار. شخص بود كي ولاغي داشت. هذا الرجل يعني قام له الحمار بخدمة سنين طويلة ثم مات أكرمكم الله الحمار. اون شخص این الاغ رو سالیان سال در خدمت خودش داشت و نهایتا این حیوان از مرد. حزن علی صاحب این الاغ خیلی ناراحت شد و قال والله لا يمكن ان اترك جثه هذا اكرمكم الله الحمار تاكلها الكلاب. و به خاطر اینکه خیلی حیوانش رو دوست داشت گفت که لاشش رو همینطوری رها نمی کنم که خوراک درندگان بشه. فخرج الى خارج البلد اطراف البلد. لذا لاشه الاغ خودش رو برداشت و رو به بیرون از ده برد. و اخذ يحفر يحفر ثم وضع اكرمكم الله الحمار وضع عليه التراب. و حفره کند و الاغ خودش رو داخل این حفره دفن کرد. رجع الى بيته متعبا فنام. از شدت ناراحتی و خستگی به خونه برگشت و خوابید. عندما استيقظ وقتی که از خواب پا شد خرج لم يجد احدا في المدينه. دید که توی آبادی هیچ کسی نیست. خرج في اطراف المدينه. لذا به بیرون آبادی رفت. فوجد الناس حول قبر هذا الحمار اكرمكم الله. و دید که مردم دور قبر الاغش جمع شدن. قال لهم ماذا تصنع؟ گفت که چیکار میکنید مردم؟ قالوا تعال. بهش گفتن تو هم بیا. هذا ولی من اولیاء الله. گفتن اینجا ولی از اولیای الهی دفن شده. دفنته الملائکه باللیل. و ملائکه این ولی رو شب هنگام دفن کردند. قال هذا حماري. گفت که چی میگید این الاغ منه. كيف تعبد البهائم الكلاب والله في هذه الايام تعبد قبور حتى للمشركين. گفت که چطور شما حیوانات قبر حیوانی رو پرستش میکنید و این در حالی است که این روزها در این ایام و دوران چه بسا قبور مشرکینی مورد عبادت قرار میگیره. في بعض الدول من ايام الحرب العالميه يقول سقطت هنا طائره من طائرات اهل الكفر فيعبد هذا المكان الذي سقطت فيه الكافرة الطائرة ودفن فيه هنا في هذا المكان مات واحترق الكافر. میدونید که در جنگ جهانی هواپیما یکی از همین کشورهای درگیر این جنگ یه هواپیمای سقوط میکنه و اونجایی که سقوط کرده عملا الان به یک عبادتگاه در یکی از کشورها تبدیل شده. تترک عبادت الحی الذی لا يموت ونعبد الأموات نعبد الجيف النتنة التي تأكل تأكلها الدود. شگفتا از این که عبادت پروردگار همیشه زندگی که هرگز نمی میره ترک میشه اما کسانی لاشه و مردار متعفن حیوانی رو عبادت و پرستش میکنند. الله اعلم.